гузоришҳои таҳлилӣ, гуногунии афкор, қаҳрамонҳо ва шаҳрикоршиносон. Иттилои воқеӣ ва муҳтамад дар барномаи дар маркази таваҷҷӯҳ. Салом алайкум, Фарзонаи Абдулқайс ҳастам бо шумо. Барномаи мазкур бо дастгирии институти никоси ҷанг ва сулҳи Бритониё омода шудааст. Давоми чанд дақиқае ки дар ихтиёр дорем, дар бораи муҳимтарин масъалаеро суҳбат хоҳем кард. Теъдоди заноне ки ба танфурӯшӣ машғул мешаванд дар Тоҷикистон меафзояд. Ба иддаои коршиносон, ин раванд ба паст шудани сатҳи иқтисодиву иҷтимоии занон дар ҷомеаи кунунии тоҷик рабт дорад. Новобаста ба ворид кардани тағйиру иловаҳо ба қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҷазои сахттар барои танфурӯшонро пешбинӣ намуд, вас ҳамону бетағйир боқӣ мондааст. Қамари Аҳрор аз вилояти Суғд гузориш медиҳад. بیکاری و بیپولی و نیازمندی های روزگار رودابه را وادار کرده است که به تنفروشی مشغول شود. اگر او جای کار می داشت، هیچگاه نیمه شب ها به کوچه نمی براید و حیات خود را زیر خطر نمی گذاشت. چند سال پیش رودابه از شوهرش جدا شده، باری گران زندگی خود و فرزندش را تنها می کشد. ما نمی خواهیم، ما خواهیم کور گذاریم. بچه‌م کوچه نمی‌دونم. همین حال دارمی که یه دو ماه دقت میرم. شام روز میکنم میدونم. سمتان بیسم. پارلمان تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2015 به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان تغییر و اضافه‌ها وارد نمود. اکنون نفرانی که با ماده 130 یعنی فاحشگی مجرم شناخته میشوند به مهلت از 10 تا 15 شبانه روز حبس میشوند و یا به مبلغ 800 تا 1600 سومانی معادل $200 آمریکایی جریمه کرده میشوند. اما با اندیشه رودابه چاره‌های تازه اندیشیده برای مبارزه با تنفروشی در کشور نتیجه نخواهد داد. اول این سخت نداد و زیر قانون سخت شده. اکنون قانون سخت دادن به هر یک در ما جای کار بودن. هر یک در ما در روز کاری سیستم سپنسیم و ایلیتیار سردی که فرزن رو نیادن کنن. ما نمیتونیم کنیم. ما مجبور میشیم به اجیم شیم و سیر نیستیم. هست در کنیم. دوانی من بگیرد اینا پس دمار کده تو بنا کنن اینا مصور بردو رکنن اینا حالی رو چند پیش ملیت شهری خوجند 7 نفر زنی 23 تا 40 ساله را که به فاحشگی مشغول بودند دستگیر کرد. 6 نفری آنها با قرار سود به مهلت 10 شبانه روز از آزادی محروم کرده شدند و نسبت یک نفر به مبلغ 400 سومانی معادل نزدیک به $50 آمریکایی جریمه تعیین گردید. در تاجیکستان تنفروشی جنایت حسابیده نمی شود. طبق قانونگذاری این عمل به حقوق ویرانکنی ماموری راست می آید. می گوید سودیه شهری خوجند نرگس نبیزاده. سودیه قرار کرد. دوست من منظور سیدانت در صدر نمودنی حقوق ویرانکنی ماموری با ماده 130 قسم 2 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان بود اکوردون است شده. باید با همین ماده جزا دادند که حبس ماموری به مدت 10 شبانه روز بیکاری و بیپولی زنان و جوان دختران را وادار میکند که دست به هر کار زنند. حتی به تن فروشی میگوید فیضنیسا واحد و حقوق شناس ناموری تاجیک. یک دو سال اخیر باز مخصوص همین جنایت هایی که یعنی جلب زنهای جوان برای تن فروشی با مقصد استثمار شهوانی خیلی زیاد شده است. پیش از همه این یک چند عامل ها دارد. یکی از عامل ها این البته مسائل اجتماعی میباشد که امروز مردم جای کار ندارد، معاش نمیگیرد، درآمدی مستقل ندارد و مجبور است که به همه کار دست زند. طبق آمار رسمی حالا نصف اهالی ولایت سعود که 1 میلیون نفر است زنان تشکیل میکنند. اما درباره به شغل و جای کار فرا گرفتن زنان معلومات مشخص وجود ندارد. بر طبق مشاهده ها یک عده زنها در کاری کارخانه و ساختمان، یک عده دیگر در بازار و صحرا و عده سیوم خانه نشین میباشند. میگوید خیرنیسا رسولوه کارشناس مسائل گندری. زنها به دانششون پاس بودن، از سبب کس نداشتن با هر خن عملهای نامطلوب دست میزنن. این چونین که وها رو بواده جای کار بیرون از مملکت برآورده هر خن با دومی فریبگران میافت. تمام چاره های اندیشیده در راه مبارزه با تنفروشی در تاجیکستان تا کنون نتیجه نداد. آنها تنها قسمت دایره فعالیت فاحشه ها را محدود کردند. حالا معلوم نیست که در تاجیکستان چه تعداد زن به فاحشگی مشغول بوده، از این حساب پول به دست میآورند و زندگی خود را تامین میکنند. کارشناسان تأسیس دادن جای کار برای زنان را یگانه عامل پیشگیری کننده از این ظهورات میدانند. قمر احرار، ولایت سغد. سامیانی گرامی، اگر مربوط به برنامه سوال یا شرحی داشته باشید و یا میخواهید از مشکل خود حرف زنید، میتوانید با ما با رقم 44 640 10 11 زنگ زنید.
برنامه مذکور بود از گرین سوتی نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده بود. با شما بودم من فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما رو شما میتونید چون همیشه که در صفحه اینترنتی iwpr.net و kabar.az و اینچنین صفحه ما در فیسبوک iwpr تاجیکستان دسترس نمایید. خیر و امیدواریم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسائل روز صحبت خواهیم کرد.